درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 15 آگوست 2023 میلادی برابر است با 24 آمرداد 1402 خورشیدی. در حالی که یکی از مصدومان تیراندازی در حرم شاه چراغ شیراز بر اثر شدت جراحات جان باخت و تعداد کشته های این تیراندازی به 2 تن افزایش یافت، یک فرمانده سپاه پاسداران اسرائیل را در این حادثه متهم کرد. یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس روز سه‌شنبه 24 مرداد در جمع خبرنگاران این استان درباره این تیراندازی گفت فرد تیرانداز در قالب یک شبکه بود که بر اساس ادعای این فرمانده سپاه در چند کشور فعالیت می کنند. به این اتهام را مطرح کرد که بدون تردید این شبکه به اسرائیل وصل است و از 1 ماه پیش در شیراز با پوشش مستقر شده و اقدامات لازم را انجام داده بود. فرمانده سپاه فجر فارس با اعلام اینکه تاکنون بیش از 10 تن دستگیر شده اند گفت که عامل تیراندازی یکی از بهترین اسلحه های کیفی را در دست داشته است. پیشتر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از بازداشت 8 مظنون که به نوشته این خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی همگی خارجی هستند خبر داده بود. همچنین شامگاه دوشنبه رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران ملیت افغان عامل تیراندازی را تکذیب کرد و گفت که ملیت این فرد به موقع اعلام خواهد شد. در 1 ماه گذشته فشار بر فعالان دانشجویی و بازداشت شدگان خیزش انقلابی افزایش یافته است. در همین راستا و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، ده‌ها دانشجوی دانشگاه‌های طباطبایی، بهشتی، خواجه نصیر، تهران، امیرکبیر و فردوسی، احضار و 6 دانشجوی علامه طباطبایی در وزارت اطلاعات بازجویی شدند. کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرد که از 15 دانشجوی دانشگاه علامه که پیشتر با تماس اداره اطلاعات احضار شده بودند، 6 دانشجو روز 23 مرداد به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، این بازجویی ها که در مواردی تا 5 ساعت هم طول کشیده، مبتنی بر گزارش حراست دانشگاه درباره اعتراضات به ویژه در روز 16 اسفندماه و مرتبط با مسموم سازی های سریالی دانش آموزان بوده است. این 6 دانشجو در جلسه بازجویی تهدید به بازداشت و برخورد قضایی شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به توافق اخیر میان تهران و واشنگتن بر سر تبادل زندانیان، آمریکا را به گروگانگیری اتباع ایرانی متهم کرد. مسعود ستایشی روز سه‌شنبه 24 مرداد در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به ایرانیانی که به اتهامات مرتبط با نقض تحریم‌ها در آمریکا زندانی شده‌اند گفت نمیخواهم از این کلمه استفاده کنم اما استفاده میکنم. به عبارتی گروگانگیری صورت گرفته بود و اینها بیگناه در زندان نگه داشته شده بودند. برای ما استخلاص اینها اهمیت زیادی دارد. او هیچ اشاره‌ای به هویت این زندانیان و همچنین شهروندان آمریکایی که جمهوری اسلامی با اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت کرده نکرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حدود 50 گردشگر شامگاه 19 مرداد برای دیدن بارش شهابی به منطقه جواهر دشت گیلان رفته بودند که افرادی با لباس شخصی به آنها حمله کردند. مهاجمان با چوب، قمه و چاقو به گردشگران حمله ور شدند و ضمن تهدید و ضرب و شتم مسافران خودروهای آنان را تخریب کردند. همچنین در جریان این حمله چند تن از مسافران با ضربات چاقو مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. بر اساس این اطلاعات بسیاری از وسایل و اموال گردشگران مانند دوربین عکاسی، اسپیکر و لوازم آرایشی زنان مورد سرقت قرار گرفت. همچنین یکی از این گردشگران گفته است که مهاجمان بیش از 600 میلیون تومان به آنها خسارت مالی تحمیل کردند. تعدادی از این گردشگران به دادگستری رودسر شکایت کرده و پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تخلفات حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در مداخلات ارزی و بورس گفته است که برای او پرونده هایی تشکیل شده است. مسعود ستایشی تاکید کرده که او در کسوت روحانیت قرار دارد و پرونده هایی برای او در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضایی مربوطه تشکیل شده است. مداخله در بازار ارز و همچنین دستکاری در بورس به منظور کسب درآمد از جمله اتهاماتی بوده که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بارها مطرح شد. بازار بورس که یکی از تلخ‌ترین دوران خود را در دولت دوم حسن روحانی تجربه کرد، محور انتقاد مردم و کارشناسان بوده است. بعد از برکناری شبانه معاون سیاسی وزیر کشور، اکنون احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی یک فرمانده تندروی سپاه پاسداران را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد. محمد تقی شاه شراقی که تا پیش از این همزمان استاندار قم و فرمانده سپاه امام علی ابن ابی طالب قم بود، جانشین محمد رضا غلام رضا به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور شد. به اعتراضات سراسری سال گذشته را در قم با شدت تمام سرکوب کرده بود. به نوشته رسانه‌های ایران، شاه شراقی علاوه بر فرماندهی سپاه استان‌های استمنان، گلستان، مرکزی، مازندران و تهران، سابقه تحصیلات حوزوی را هم دارد و از فرماندهان تندروی سپاه پاسداران است. رازیلا معروفیان، دانشجو و خبرنگار تقلیدی ساکن تهران، یک روز بعد از آزادی از زندان مجددا بازداشت شد. طبق اطلاعات دریافتی، رازیلا معروفیان ساعتی پیش از بازداشت به دنبال مراجعه به کلانتری 106 تهران برای بازپس گرفتن گوشی موبایل بعد از ضرب و شتم شدید از سوی ماموران کلانتری و همراه مادرش بازداشت و به زندان قشک منتقل شده است. مادر نازیلا معروفیان از زندان آزاد شده، اما خود او با حکم بازداشت موقت به بند قرنطینه زندان انتقال یافته است. به گفته یک شاهد عینی، یکی از افسران کلانتری با مشت به پشت سر نازیلا کوبیده و در پاسخ به فریاد مادرش که گفته دخترم را می‌خواهید مانند مهسا امینی بکشید، گفته است که بله، همچنان که او را کشتیم این را هم می‌کشیم. زندان قشک در حال حاضر زندانی سیاسی زن ندارد و با توجه به وضعیت سلامتی ناپایدار نازیلا معروفیان و احتمال انتقال او به بند زندانیان خطرناک، جان این روزنامه‌نگار در خطر است. 5 تن از جوانان بازداشت شده اصفهان در حالی به قید وثیقه آزاد شدند که هنوز مشخص نیست اتهام و منجر به بازداشت آنها چه بوده است. 34 روز بعد از آنکه نیروهای امنیتی در یورشی هماهنگ 15 شهروند اصفهان را در نقاط مختلف این شهر بازداشت کردند، 5 تن از آنها به قرار وثیقه آزاد شدند. اطلاعاتی که منتشر شده نشان می‌دهد که خانم‌ها مرجان بشتام، مینا خدایی، سما اموشاهی و مریم پرنده به همراه آقای روزبه دانا از جمله آزاد شدگان هستند. این بررسی در مورد سایر افرادی که روز 20 تیر ماه سال 1402 دستگیر شدند به نتیجه نرسیده و هنوز از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. گزارش حاکی از آن است که دست کم برای هر یک از آزاد شدگان وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی دریافت شده است. بینندگان من در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟
بله ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. روزنامه اعتماد به نقل از مسئولان مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران گزارش داد که طی 2 سال اخیر و در پی موج گرانی ها دست کم 170 تن از افراد دچار ضایعات نخاعی بر اثر زخم بستر و عفونت های ناشی از نبود لوازم بهداشتی جان خود را از دست دادند. این افراد اغلب جوان و در رده های سنی 22 تا 35 سال بودند. این روزنامه در شماره سه‌شنبه 24 مرداد خود اسارت مهناز کاظمی، یکی از مدیران مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران را بازتاب داد و نوشت اوضاع معلولین ضایعه نخاعی به ویژه بعد از گرانی‌های چندین باره در کشور چندان مناسب نیست. خانم کاظمی در این مصاحبه به آمار بانک اطلاعاتی مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران اشاره کرده و گفته است که این مرکز از طریق خانواده‌های افراد دچار ضایعات نخاعی از مرگ آنها اطلاع یافته است. به که خود 4 دهه پیش در اثر تصادف دچار ضایعه نخاعی شده است، به روزنامه اعتماد گفت که هزینه لوازم بهداشتی و درمانی سر به فلک کشیده و حتی هر گاز استریل 2 تا 3 هزار تومان است، در حالی که این موارد برای افراد دچار ضایعات نخاعی از قضا هم مهمتر است. سعید روستایی، کارگردان و فیلمنامه نویس تحسین شده، بابت ساختن و پخش فیلم برادران لیلا در جشنواره کن به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در متن حکم او آمده که شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران سعید روستایی، کارگردان فیلم برادران لیلا را به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد که 1/20 آن قابل اجرا و مابقی به مدت 5 سال تعلیق شده است. اواخر خرداد ماه سال گذشته سازمان سینمایی حکم به توقیف فیلم برادران لیلا داد و دلیل آن را تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان این اثر از مقررات عنوان کرد. این نهاد تاکید داشته بود که سعید روستایی بدون اعمال تغییراتی که وزارت ارشاد خواستاران شده بود فیلم خود را در جشنواره کن نمایش داده است.
همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره توافق تهران و واشنگتن برای آزادی زندانیان و آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد بانک‌های کره جنوبی، وزارت خارجه آمریکا تایید کرده است که شهاب دلیلی در میان زندانیانی که این توافق بر سر آنها صورت گرفته قرار ندارد. شهاب دلیلی که اقامت دائمه آمریکا را دارد، از سال 1395 در ایران زندانی است. اما بدان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک نشست خبری گفت که آمریکا هنوز نمیتواند پرونده شهاب دلیلی را در زیر مجموعه بازداشت‌های بناحق قرار بدهد. بدان پاتل در نشست خبری دوشنبه شب خود افزود که دولت در مواردی برخی از پرونده‌های خاص را فعالانه بررسی می‌کند و مباحثات برای ارزیابی شخص‌های بازداشت بناحق کماکان از سوی دولت آمریکا ادامه دارد. شهاب دلیلی، کاپیتان پیشین شرکت کشتیرانی ایران و ساکن آمریکا، به گفته خانواده‌اش 7 سال پیش برای شرکت در خاکسپاری پدر خود به تهران بازگشت و بعد از یک اقامت 1 هفته‌ای، در حالی که با تاکسی به سوی فرودگاه می‌رفت تا به آمریکا بازگردد، از سوی نیروهای امنیتی که تاکسی را متوقف کردند بازداشت شد. خانواده آقای دلیلی گفتند که او به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال حبس محکوم شده است. استیک موشه، تاجر یهودی اهل گرجستان، جزئیات جدیدی از تلاش سپاه پاسداران برای ترور خود در خاک گرجستان افشا کرد و گفت که او طی سال گذشته در تفلیس، پایتخت این کشور، و از زادگاهش 3 بار هدف تلاش برای قتل قرار گرفته است. به گفته یه روزنامه اسرائیلی جرنال پست، او در جریان هر تلاش به دلیل مداخله نیروهای امنیتی گرجستان جان سالم به در برده است. بر اساس اظهارات این تاجر، 2 مورد از این تلاش‌ها حمله با چاقو و 3 مورد تیراندازی بود که در جریان آن اسلحه به دلیل خرابکاری قبلی از سوی نیروهای امنیتی گرجستان به درستی عمل نکرد. مشابه به مدیا لاین گفته است که بر اساس تحقیق مقامات گرجستان، سپاه پاسداران پشت این حملات بوده است. مشابه متولد دهه 70 در گرجستان است و در 12 سالگی به اسرائیل مهاجرت کرد. او بعد از فروپاشی شوروی به عنوان اولین نماینده آژانس یهود به کشورش بازگشت و بعد از خروج از این آژانس، سازمانی با عنوان خانه اسرائیل تأسیس کرد که هدفش تعمیق روابط اسرائیل با کشورهای اروپای شرقی است. از آن زمان تا کنون به نقش مهم در ارتباط میان جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی سابق با اسرائیل داشته و فعالیت خانه اسرائیل تحت مدیریت او اکنون به 18 کشور گسترش یافته است. به نوشته جرجستان پست، موشه اعتقاد دارد که گسترش فعالیت‌هایش به کشورهای دیگر از جمله منطقه قفقاز جنوبی محرک سپاه برای ترور بوده است. بعد از چند پیام بازرگانی با من باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ، در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز.
تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. دادگاهی در ایالت جورجیا که درباره تلاش‌های ادعایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا برای تغییر نتیجه انتخابات سال 2020 در این ایالت تحقیق می‌کند، روز دوشنبه اتهاماتی کیفری علیه او مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتهامات وارده توسط فانی بلس، دادستان منطقه فولتون، مشکلات حقوقی تازه‌ای در مسیر نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایجاد خواهد کرد. این کیفرخواست 98 صفحه‌ای در مجموع شامل 19 متهم و 41 جرم کیفری است. همه متهمان به اخاذی متهم شدند که برای هدف قرار دادن اعضای گروه‌های جنایت سازمان یافته استفاده می‌شود و مجازات آن تا 20 سال زندان است. در میان دیگر متهمان نام‌های مارک مدوز، رئیس دفتر سابق ترامپ در کاخ و وکلا رودی جولیانی و جان اسمن هم به چشم می‌خورد. این خبرگزاری نوشت که در بخشی از این کیفرخواست آمده که ترامپ و دیگر متهمان از پذیرش شکست خودداری کرده و به طور آگاهانه به توطئه پیوستند تا به طور غیرقانونی نتیجه انتخابات را به نفع ترامپ تغییر بدهند. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق پرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.